تعداد زیاد زخمیان رویدادهای اخیر و تقاضاهای مکرر بانک خون افغانستان شماری از فعالان جامعه مدنی را واداشت تا برای هموطنان زخمیشان خون اهدا کنند. آنان که تعدادشان به ده‌ها تن می رسید با گردهمایی در شهر کابل حملات اخیر را تقبیح کرده و به اتحاد و اتفاق مردم افغانستان تاکید ورزیدند. علی فکور برگزار کننده این گردهمایی روز شنبه از مردم خواست تا با اهدای خونشان از یک طرف جان یک هموطنشان را نجات دهند و از سوی دیگر اتحاد و اتفاقشان را به اثبات رسانند. ما به این خاطر میخواهیم مراسم اهدای خون بکنیم تا از یک طرف به بازماندگان یا به زخمی های این حادثه کمک کرده باشیم و از طرف دیگر فعالیت مدنی را در افغانستان ترویج بکنیم تا اینکه همه مردم افغانستان شاهد وحدت، همدلی و یک پارچگی ما در سراسر افغانستان باشند. از شام پنجشنبه به این سو کابل شاهد سه انفجار شدید بوده که این رویدادها ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است. ابتدا یک لاری که در آن مواد منفجره جابجا شده بود، شام روز پنجشنبه در منطقه سیاسنگ کابل انفجار کرد که در نتیجه آن حداقل 15 نفر کشته و حدود 400 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت یک حمله انتحاری در نزدیک اکادمی پلیس کابل را به عهده گرفتند که در نتیجه آن حداقل 20 تن از پلیس‌های جدیدالشمول کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار سوم در نزدیکی پایگاه نیروهای ائتلاف و ساختمان‌های دولتی حکومت افغانستان در قصبه کابل یا شمال میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی رخ داد و گفته می‌شود حدود 9 کشته به جا گذاشته است. در این حال باقی سمندر یک تن دیگری از این فعالان جامعه مدنی می‌گوید تشدید حملات انتحاری در کابل به معنای این است که رهبری جدید طالبان ظالمانه‌تر عمل می‌کنند. وی از حکومت و به خصوص نیروهای امنیتی خواست تا در برابر این مخالفین جدی تر عمل کند. 4 بار خون ریختن در 24 ساعت میخواد بگوید که ملا منصور رهبر فیلی طالبا خون خورتر، جنایتکارتر، قاتلتر و قصیر قلبتر است از ملا مادامر کرده تا نوکری اویشا برای ایسای پاکستان و برای رحیل و اونا نشان بده. این در حال است که حمیرا قادری یک تن دیگری از این فعالان کارکردهای نیروهای امنیتی را زیر انتقاد گرفته هشدار داد که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد ممکن مردم نیز از خود عکس العمل نشان دهند. باید تصور کنیم که ممکن خون مردم به غلیان بیاید و اگر قرار است که شرایط همچنین ادامه پیدا کنه مسلماً نوع برخورد مردم هم متفاوت خواهد شد. در این حال حکومت میگوید که مخالفان مسلح به هدف پنهان کردن اختلافات در رهبری و شکست‌های اخیرشان دست به این کارها زدند. این فعالان جامعه مدنی از حکومت میخواهند تا در برابر این پدیده دست به کار شده و مردم را از دهشت و وحشت آنان نجات دهد. در این حال فعالان جامعه مدنی از مردم میخواهند تا با اتحاد و اتفاقشان به مخالفین نشان دهند که مردم افغانستان هرگز شکست نخورده و در برابر دشمن ایستاده‌اند.